سلام، امروز من تونستم مهر خروج دانشجویی رو از کنسولگری فرانکفورت بگیرم. اینم مهریه که گرفتم. بعد یه سری توضیحات لازم دونستم که بهتون بگم تا کمکتون کنم به یه سری مشکلات نخورین، مشکلاتی که اینجا میبینم خیلی‌ها بهش برمیخورن. اول اینکه وقتی تو ایران پذیرش گرفتین، بلافاصله برین توی سامانه میخک واسه وزارت خارجه هستش. اونجا اکانت باز کنین و مشخصاتتون رو آپلود کنین و تشکیل پرونده دانشجویی بدین. توی قسمت وضعیت تحصیل یه گزینه داره به اسم دارای پذیرش. اون موقع باید اون انتخاب کنین. وقتی اومدین آلمان و دانشجو شدین، کارت دانشجویی گرفتین و براتون گواهی اشتغال به تحصیل صادر شد، میتونید برید اینو تغییرش بدید به در حال تحصیل و اونم آپلود کنید. و هر ترم باید یادتون باشه که گواهی اشتغال به تحصیلتون رو باید توی این سامانه آپلود کنین و تایید بشه بعد تشکیل پرونده دانشجویی. همون اول باید اونو تو ایران باشین، تشکیل پرونده دانشجویی بدین، بعد بیاین. بعد اینکه اومدین آلمان، برای اینکه برین دوباره ایران مثلا خانوادهتون رو ببینین یا یه کاری دارین ایران بتونید برید بیاید، اونایی که سربازی ندارن، این ویدیو واسه اونایی که خب سربازی ندارن، اونایی که سربازی دارن مشکلی ندارن، اونایی که سربازی ندارن و به صورت دانشجویی اومدن وثیقه گذاشتن، باید مهر خروج دانشجویی بگیرن. این مهر عکسشو میذارم، دقیقا توضیح داده که از سه تاریخی میتونید وارد ایران بشید و خارج بشید که مجموعاً هم نباید از 4 ماه بیشتر باشه مدت زمان اقامتتون توی ایران. اما برای گرفتن این مهر باید اول اینکه اشتغال به تحصیل ترم جاریتون رو آپلود کنید توی سامانه میخک تایید بشه، بعدش از قسمت امور گذرنامه درخواست مهر خروج، ببین 4 تا گزینه داره اونجا کنار هم، سومیش درخواست مهر خروج دانشجویی هستش، چهارمیش هم برای مشمولینه، اونایی که اومدن آلمان درسشون تموم شده و سربازی هم نرفتن و مشمول سربازی هستن. ما با سومی کار داریم چون دانشجوییم الان. سومی رو انتخاب میکنید، یه سری مدارک خواسته آپلود میکنین اون مدارک رو، بعد اینکه آپلود کردین همه چیزش تموم شد، تایید باید بشه، حالا زنگ بزنید کارتون زودتر انجام بشه. بعدش باید یا پاسپورتتون رو پست کنین یه کنسولگری که نزدیکتونه اونجا تشکیل پرونده داره. توی قسمتی که پرونده دانشجویی تشکیل میدین میپرسه که نمایندگی شما کدوم کنسولگریه، هر کدوم نزدیک شما بود، مثلا من فرانکفورت بود، الان اومدم توی فرانکفورتم، نزدیکتره به من، مثلا میتونی هامبورگ، مونیخ یا برلین هم انتخاب کنین کنسولگریای اونجا رو. داشتم میگفتم بعد اینکه درخواستتون توی سامانه تایید شد، باید یا پاسپورتتون رو پست کنید براشون تا مهر بخوره و برگرده. نحوه ارسالش هم توی سایت توضیح داده که باید یه پاکت نامه اضافی هم که تمام داره پولش برداشت شده توش بذارید که اینا پس بفرستن پاسپورت رو. من میترسیدم پاسپورتم گم بشه حضوری اومدم، یا اینکه مثلا من حضوری پا میشین میایید کنسولگری که اصلا دیگه توصیه نمیکنم، انقدر شلوغ بود، 200 نفر آدم تو نشسته بودن توی صف، اصلا کلا هم 5 تا باجه بود، اصلا خیلی طول کشید. من با اینکه خارج از نوبت کارم رو راه انداختن، حدود 2.5-3 ساعت فقط توی صف بودم، تازه 50 نفرم به نوبت من مونده بود چون کارم یه دقیقه طول میکشید، اجازه دادن کارم رو انجام بشه. همین دیگه، این مهر رو باید بگیریم، بعدش میتونید اون تا اون تاریخ که نوشته بتونید ایران بیاید و برگردید تا آخر ترمتون. الان ترم ما تا آخر شهریوره، من تا آخر شهریور میتونم بیام ایران و برگردم آلمان بدون هیچ مشکلی. بعد برای ترم بعدی دوباره باید همین مراحل تکرار بشه تا وقتی فارغ التحصیل بشین و بعدش بریم دنبال کارای مهر مشمولی که اون پولی هم که وثیقه گذاشتین به نفع دولت ضبط میشه، بعد میتونید مهر مشمول بگیرین و دوباره رفت آمد کنین. نکته دیگه به ذهنم نمیرسه، اگه سوالی در این مورد دارین حتما توی کامنت بنویسین، جواب میدم. بای.